سلام دوستان خوبم امیدوارم حالتون خیلی خیلی عالی باشه به جلسه ششم فصل دوم خیلی خیلی خوش اومدین توی این جلسه میخوایم عملگرهای انتصابی رو با همدیگه بررسی کنیم مثل دوره های قبلی من مجدد یک جدول رو تعیین کردم که عملگرهای انتصابی در اون جدول موجوده که به توضیحات این عملگرها در این جدول میپردازم و بعد میریم سراغ شپکوت های عملگرهای انتصابی عملگر مساوی که در این جدول مشاهده میکنید چیکار میکنه؟ اینجا توی مثال نوشتم R مساوی A به علاوه B تو توضیحات چی نوشتم؟ نوشتم مقدار عملوند سمت راست رو را در عملوند سمت چپ قرار میدهد یعنی A هر مقداری که داره B هر مقداری که داره با هم جمع میشن و نتیجهشون ریخته میشه توی R توی بعدی چیه که به علاوه مساوی هست نمیشم مقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ جمع کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار میدهد یعنی R به علاوه مساوی A چکار میکنه؟ یعنی R مساوی R به علاوه A. R هر مقداری که داره A هر مقداری که داره با هم جمع میشن نتیجهش ریخته میشه توی R توی بعدی هم که منها هست همینطور هست تو بعدی هم که ضرب هست همینطور هست تو بعدی هم که تقسیم هست همینطور هست تو بعدی چیه؟ درصد چیکار میکنه؟ یعنی R رو تقسیم برای A میکنه باقی ماندهش میشه نتیجه این عملگر پس نتیجه رو دوباره میریزه توی آر حالا توضیحات با مثال ها هم لاین به لاین نوشته شده اگر مایل بودی میتونید اسکرین شات بگیرید که مثال ها و توضیحات رو با هم دیگه داشته باشین توی این جدولی که مشاهده میکنید کنید انتصاب عملگرهای بیتی هستش که تو خط اول شیف به سمت چپ خط دوم شیف به سمت راست بعدی اند بیتی هستش بعدی اکسکلیسیف اور بیتی یا همون اصطلاح ایکس اور بیتی و بعدی هم Inclusive اور بیتی یا همون اور بیتی هستش اگر یادتون باشه توی دوره قبلی یک اشاره هم به ایکس نور کرده بودم که گفتم چیه؟ دقیقا معکوس ایکس اور هستش اما ما اینجا کاراکتری برای مشخص کردن ایکس نور نداریم حالا میخواستم این رو به عنوان تحقیق در نظر بگیرید اگر بخواین شما ایکس نور رو تولید بکنیم باید چه کاری انجام بدیم خب دوستان حال بینید شپکوت های عملگر های انتصابی رو با هم دیگه بررسی کنیم عملگر مساوی از اونجایی که خب خیلی ساده هست من سعی کردم توی این شپه کد مطالبی رو بنویسم که در کنارش یه چیز جدید هم یاد بگیری و یک ریویوی هم از مطالب دوره های قبلی بشه خب توی لاین 17 من اومدم دو تا متغیر دیکلر کردم به نام های نامبر A و نامبر B که از نوع اینت هستن اما اینجا خب فراموش کردم نامبر B رو Nش رو بزرگ نوشتم که نامبر بی رو اصطلاحا بهش میگن پاسکال کیس و نامبر ای رو اصطلاحا بهش میگن کمل کیس حالا جلوتر اصولی نامگذاری و اصولی نامگذاری رو بهتون میگم که حالا بر اساس اون سناریو و بیزنسی که دارین چه نوع نامگذاری هایی رو باید انجام بدیم خب توی لاین 19 و لاین 20 هم اومده هم متغیرهای دیکلر شده رو اینیشیالایز کردن که مقدار یک و دو بهش اختصاص داده شده تو لاین 22 چه کار کردم؟ نوشتم ور ریزالت مساوی نامبر A، نامبر B و 1367 که به صورت اکسپلیسیت کس کانورشن شورت نوشته شده خب این خط چیکار میکنه نمی... ببینید متغیرهایی که دیکلر شده رو مساوی همدیگه قرار دادم و در نهایت مقداری که به دست میاد رو میریزیم توی متغیر ریزالت خب اما این خط چیکار میکنه الان 1367 مقدارش ریخته شده توی نامبر بی بعد نامبر B هر مقداری که گرفته شده می ریخته میشه توی نامبر A نامبر A هر مقداری که گرفته شده می ریخته میشه توی ریزالت یعنی چی؟ یعنی توی این لاین تمام این متغیرهایی که دیکلر شدن عدد 1367 رو اختصاص داده شده بهشون کسب کرده این مقدار رو خب حالا تو لاین 19 و لاین 20 اگر دقت بکنین این متغیرها رو کمرنگ کرده خب معنی کمرنگ یعنی چی الان میخوایم اینها رو هم با هم بررسی بکنیم خب یعنی اینکه که ویژوال استادیو این رو میخواد به ما بفهمونه که مقدار این متغیری که تو لاین 19 و لاین 20 به اینیشیالایزش کردیم مقدارش جلوتر یا حالا پایینتر تغییر کرده مقدارش تغییر خب کجا مقدار تغییر کرده تو لاین 22 که نامبر ای و نامبر بی و ریزالت اون هر ستاشون شدن 1367 خب حالا ور چی کار میکنه هر مقداری که سمت راست مساوی داره رو اون نوع مقدار رو چیز میکنه دیتکت میکنه ببینه اینتیجره اگر اینتیجره از چه بازه تا چه بازه هست و نوع متغیر ریزالت به دست میاد خب حالا میخوام توی خط آخر لاین 22 صحبت بکنم که 1367 اینجا ما اومدم چیکار کردم اکسپلیسیت کست کانورژن شورت رو انجام دادم و اگر دقت بکنین توی این لاین شورت رو کم رنگ کرده خب علت چی هستش علت این هستش که 1367 که بهش اختصاص دادیم اینجا خود ازایسشن با دیفالت اینت هستش از اونجایی که نامبر A و نامبر B هم نوع متغیرش اینت هستش پس اینجا با کم رنگ بودن اکسپلیسیت کست کانورژن شورت این روز ویژوال استودیو میخواد به ما بفهمونه که نوشتن یا ننوشتن این کست تأثیری نداره یعنی چی تأثیری نداره یعنی در هر صورت من این متغیر و اینت در نظر میگیرم پس مقدار اینت ریخته میشه تو نامبر بی دوباره همین مقدار ریخته میشه تو نامبر ای همین مقدار آن ریخته میشه تو ریزالت پس نوع ریزالتمون اینت در نظر گرفته شده خب حالا میریم سراغ بعدی که البته من جواب خط 25 هم الان دادم خب لاین 24 چی کار میکنه؟ اومدم از string.concat استفاده کردم و متغیرهای ریزالت نامبر A و نامبر B رو توی لاین های متفاوت چاپ کردم چرا میگم لاین های متفاوت به خاطر اینکه بک اسلش ان اینتر میزنه پس ریزالت رو چاپ میکنه بعد نامره a رو چاپ میکنه تو خط بعدی نامره بی هم تو خط بعدی چاپ میشه که هر ستای اینها الان با هم صحبت کردیم میشن 1367 خب لاین 25 چی کار میکنه نوشتم ریزالت دات گیت تایپ پرانتز باز پرانتز بسته dot name خب get تایپ یک نوع متود هستش خب ببینید دوستان ما تا الان با متد ها آشنا شدیم خب یعنی الان شما این رایس لاینی هم که دارین همش به کار میبریم یک نوع متده که اینها رو حالا من توی دوره پیش مقدماتی راجبش کامل صحبت کردم حتی یک اشاره هم در زمینه یه متد اوورلودین توی دوره مقد... پیش مقدماتی انجام شده خب اما ما تا الان از متدها استفاده کردیم ولی هنوز بلد نیستیم خودمون یک متد تولید بکنیم که دو, دو که توی دوره های آینده این رو من راجع به صحبت میکنم و این موارد رو هم با همدیگه یاد میگیریم خب حالا لاین 25 چی کار میکنه؟ ببینین result داد خب ببین من نمیدونم ماکروسافت چی نوشته که مثلا خروجی اینت 32 به من میده ولی نامگذاری ها رو ببینید که الان اشاره کردم اول صحبت هم ببین نامگذاریش یعنی چی get تایپ یعنی چی یعنی نوع تایپ رو به من بده نیم یعنی چی یعنی نامش هر چی بود رو برگردون تو نتیجه به من بده ببین نامگذاری رو ببین قشن با این خط من میفهمم که خروجی چه چیزی چاپ میشه خب این بحث نامگذاری خیلی چیز مهمیه که حالا تو دوره های آینده کامل راجبش صحبت میکنیم و تو این موارد هم دیپتر میشیم خب حالا توی لاین 27 چه اتفاقی افت؟ آها لاین 25 هم یه اشاره بکنم ببین اینجا نوشته اینت 32 خب اینت 32 چی بود؟ متغیر اینتمون بود اینت مگه 32 ویتی نبود خب شون... شورت 16 بیتی بود دیگه یعنی اگر توی خروجی اینت 16 چاپ میشد یعنی نوع متغیر ریزالتمون شورت بوده ولی خب از اونجایی که نوع متغیر ریزالتمون اینت هستش پس تو خروجی اینت 32 چاپ میشه حالا الان شاید سوال براتون پیش بیاد که چرا اینت 32 می نویسه اگر یادتون باشه ما با کانورت کار کردیم نوشته بودیم می نوشتیم تو اینت 32 تا داد تو اینت مثلا 64 تو اینت 16 اینها میشه گفت که نوع متغیره دات نتی هستش خب حالا میریم لاین 27 را با هم بررسی میکنیم تو لاین 27 من نوشتم ور تمپ مساوی 1367 خب و تو لاین 28 هم دقیقا مشابه لاین 22 فقط جای 1367 نام متغیر بهش اختصاص داده شده که تم هستش و اینجا رو اگر دقت بکنید شورت رو خب میشه گفتش که پررنگ کرده ببین تو لاین 22 شورت کم رنگت ولی تو لاین 28 پررنگه حالا میخوایم راجع به کمرنگ پررنگی این هم صحبت بکنیم خب دلیلش چی هستش؟ دلیلش این هستش که توی این حالت یعنی در زمانی که داری کد نویسی میکنی خود ویژال س... استادیو نمیتونه تشخیص بده که مقدار تمپ چی هستش خب یعنی شاید حالا جلوتر یه خود مثلا الان کد هایی که داریم مینویسیم در حد ده خط 20 خط 15 خطه ولی اومدیم اون یک پروژه ای داشتی که مثلا دو میلیون خط پروژه بوده خب توی این شرایط که ویژال استودیو تا برنامه تا اجرا نشه که نمیتونه تشخیص بده که این مقدارش چی هستش برای همین چون نمیتونه تشخیص بده اینجا شورت رو پر رنگ کرده خب که اگر نیاز بود بتونه اکسپلیسیت کس کامرژن انجام بده خب پس توی این شرایط که الان پر رنگ شده خب یعنی 1367 رو اکسپلیسیت کس کانورژنش با موفقیت انجام میشه و از اونجایی که خب نامبر بیمون این هستش ایمپلیسیت کس کانورژن شورت رو میپذیره خب حالا میخوایم این رو راجع به صحبت بکنیم که لاین سی حالا که اینجا الان اکسپلیسیت کس کانورژن شورت انجام شده توی خروجی اینت سی و رو چاپ میکنه یا اینت 16 خب الان میخوام این رو هم با هم بررسی بکنیم الان لاین به لاین خب توی لاین 28 خب میگیم که اکسپلیسیت کست کانورژن رو خب پررنگ کرده یعنی چی یعنی عملیات کست رو انجام میده پس الان نامبر بیمون مساوی 1367 شورت رو پذیرفته ولی خب از اونجایی که شورت بازه کوچیکتری نسبت به اینته پس ایمپلیسیت که از کانورژن با موفقیت انجام میشه اما از اونجایی که نامبر بیمون اینت هستش بعد دوباره مقداری که توی نامبر بی ریخته شده رو دوباره ریخته میشه تو نامبر ای خب نامبر ای مون هم که از نوع اینته پس دوباره ریزالتمون از جنس اینت میشه خب و الان توی خروجی لاین سی هم اگر بخوایم دوباره گت تایپ رو چاپ بکنیم اینت سی و دو رو میبینیم خب حالا این رو میخوام برای که این بخش رو بهتر درک بکنید حالا خودتون این مورد رو اینجوری بنویسید بنویسید ریزالت مساوی تمپ اکسپلیسیت کس کانویژن شورت یعنی نامبر ای و نامبر بی رو دیگه ننویسید بعد توی خروجی ببینید گت تایپش چی هستش حالا اینت 32 چاپ میکنه یا اینت 16 عملگره به اضافه مساوی رو که توی جدال با هم بررسیش کردیم توی این شپه کودی هم که الان اینجا مشاهده میکنین تو لاین 17 من اومدن دو تا متغیر دیکلر کردم که به نامهای نامبر A و نامبر بی هستش که از جنس اینت هستن و همون لحظه نامبر بی رو اینیشیالایز اولیه کردیم و مقدار 9 رو بهش اختصاص دادیم یعنی تا به الان اگر بخواید نامبر ای و نامبر بی رو چاپ بکنین نامبر A میشه 0 و نامبر بی میشه نو. الان شاید سوال براتون پیش بیاد که نامبر ای رو که چیزی بهش اختصاص ندید بله اگر چیزی بهش اختصاص ندید دیفالت این رو در نظر میگیره که صفر هستش خب حالا میریم لاین 19 رو با هم بررسی میکنیم تو لاین 19 چیکار کردیم نامبر ای رو مساوی اس نامبر بی کردیم اس چیکار میکرد جذر میگرفت نامبر بی مون چی بوده؟ نه بوده جذر نه چی میشه؟ سه میشه پس الان نامبر ای میشه سه خب؟ حالا چیزی که میخوام الان راجع به صحبت بکنم متغیری هستش که درون اسکیورتی نوشتیم من اومدم نامبر بیمون که از جنس اینت بوده رو اکسپلیسیت کاس کانورژن دابل کردم و الان میبینیم که دابل رو اینجا کمرنگ کرده یعنی چی یعنی نوشتن یا ننوشتن ای این نوع اکسپلیسیت کاس کانورژن نیازی نیست به نوشتی چه بنیسی چه ننویسی اصلا سیستم در نظرش نمیگیره خب ولی چیکار کردین خروجی اسکیارتی رو بعد بررسی کنید خودتون که چرا من اینجا مجبور شدم اکسپلیسیت کاس کانورژن به اینت انجام بدم چرا چون جنسیت نامبر ایمون اینت هست و خروجی اسکیارتی چون اینت نیست اینجا مجبور بودیم که اکسپلیسیت کس کانورژن انجام بدیم ولی چیه الان میبینید که اسکی اکسپلیسیت کس کانورژن اینت رو پررنگ کرده یعنی چی یعنی خروجی یعنی ببخشید نتیجه این محاسبه از لحاظ مقدار باز ای بیشتر از اینچ بوده که مجبور بودیم explicit کس کانورژن انجام بدیم حالا بعد برید خودتون بررسی کنید که خروجی اسکیارتی چی هستش این تا به اینجا پس تا الان نامبر ایمون شده سه خب حالا تو لاین 20 چیکار کردیم نوشتم نامبر بی به اضافه مساوی نامبر ای معادلش جلوش نوشتم یعنی چی یعنی نامبر بی مساوی نامبر بی به علاوه نامبر ای یعنی 9 به علاوه 3 9 به علاوه 3 چی میشه میشه 12 12 رو دوباره میریزه توی نامبر B پس توی لاین 22 اگر نامبر A رو چاپ بکنیم میشه چی 3 و تو لاین 23 هم اگر نامبر B رو چاپ بکنیم میشه 12 توی این شبهه کودی که مشاهده میکنیم من از شیف به سمت چپ مساوی استفاده کردم و از اونجایی که میخواستم مطلب برای شما عزیزان بهتر جا بیفته مبنای دویش رو هم برای شما توی این شپ کد نوشتم توی خط 17 اگر دقت بکنین نامبر رو دیکلر کردیم که نوع متغیر اینت رو بهش اختصاص دادیم و تو لاین 22 هم نوع متغیر دیکلر شده رو اینیشیالایز اولیه کردیم و مقدار 12 رو بهش اختصاص دادیم که این مقدار 12 مبنای دهی هستش که مبنای دویش رو تو لاین 19 و لاین 20 میبینیم که ستون 4 و 8ش یک شده یعنی چی یعنی اگر این دو تا ستون رو با هم جمع بکنید به مبنای 10 تو لاین 22 میرسیم و طولان لاین 23 چه اتفاقی افتاده گفتن نامبر شیفت به سمت چپ مساوی 5 که معادل چیه نامبر مساوی نامبر شیفت به سمت چپ 5 که یعنی چی؟ یعنی پنج تا شیف بره به سمت چپ وقتی که این اتفاق بیفته لاین 25 و 26 رو دقت بکنی ستون 256 و 128 یک شده چرا؟ چون پنج تا اومده به سمت چپ حالا ستون 256 رو به علاوه 128 بکنی تو لاین 28 که نامبر رو مجدد چاپ بکنی فکر میکنم خروجی 384 رو میبینید حالا برای اینکه مطلب برای شما عزیزان بهتر جا بیفته یک بار میتونید مثلا خط 17 رو جای اینت بایت بذارید یک بار لانگ بذارید یک بار یو لانگ بذارید یا مثلا لاین 22 رو به جای 12024 12 بذارید یا اینت داد ماکس ولیو بذارید توی لاین 23 جای پنج یه بار یک بذار یه بار صفر بذار یه بار منفی بذار اصلا ببین منفی میپذیره یا نمیپذیره ببین بهت خطا میده یا نمیده اگر این کارها رو بکنی این مطلبی که الان برای شما داشتم توضیح میدادم بهتر برای شما جا میافته و وقتی که این کار هم کردی اون موارد رو از طریق convert.to استرینگ تبدیلش کن به مبنای دو که اینو توی دوره های قبلی یاد گرفتیم چیکار میکردیم الان فرض بگیر که این نامبر رو بخوایم مبنای دوش رو چاپ بکنیم باید چی بنویسیم بنویسیم convert dot تو string نامبر و دو که اون آرگومان دومش چی بود میگفتیم که این کانورت که انجام میدی به چه مبنایی تبدیل کن چه مبناهایی بود دو داشتیم هشت داریم ده داریم و شونزده که اینها رو میتونید انجام بدید که مسئله برای شما عزیزان بهتر جا بیفته توی این شبه کدی که مشاهده می کنید از شیف به سمت راست مساوی استفاده کردم و مقادیری هم که توی این شبه کد میبینید دقیقا مشابه شیف به سمت چپ مساوی هستش که مطلب برای شما عزیزان بهتر جا بیفته اما قبل از اینکه شیف به سمت راست مساوی رو را توضیح بدم تصمیم گرفتم اول از همه لاین 33 و 34 رو توضیح بدم بهتون تو لاین ۳۳ اینجا نوشتم اینستاد ماکس که خروجی این خط رو میتونیم تو لاین C ببینیم و خروجی لاین C و 4 رو هم میتونیم تو لاین 31 و 1 ببینیم که این داد ماکس ولی رو گفتم باینریش رو برای من چاپ بکنه و از اونجایی که اینت C و 2 بیتی هستش پس تعداد ستون های لاین سی و یک سی و دو تا هستش خب که تمام این مقادیر یک شده که جمع این مقادیر میشه خروجی لاین سی مون خب پس این تا به اینجا حالا میریم سراغ لاین 22 لاین 22 12 بوده که این رو توی قسمت قبلی با هم صحبت کردیم که الان لاین 19 و لاین 20 4 و 8 رو با هم جمع میکنی میشه 12 از اونجایی که تو لاین 23 گفتیم که شیفت به سمت راست 5 خب اگر دقت بکنین لاین 19 و لاین 20 4 و 8 از سمت راست بشمارین چند تا ستونه چندمین ستونه ببین یک دو سه چهار یعنی ستون هشت چهار رومین ستونه وقتی که پنج تا بره به سمت راست از ستون یک هم خارج میشه پس نتیجه میگیریم که لاین بیست و هشتمون خروجی صفر رو برای ما چاپ میکنه حالا فرض بگیر تو لاین بیست و دو من جلوش نوشتم فرض بگیرش که هزار بیست و چهار بوده خب اگر نامبرمون 1024 بوده و شیف به سمت راست 5 انجام بدیم میشه چی؟ ستون 32 مون از 1024 پنج تا به شما برو جلو ببین 1, 2, 3, 4, 5 بس میشه ستون 32 مون یعنی لاین 28 رو اگر چاپ کنی عدد 32 رو توی خروجی میبینی دوستان عزیز این مطالبی که تا الان بهتون گفتم اگر تمرین نکنیم و جای اینت بایت نذاری جای،, جای مثلا لاین لاین 22 جای 12 اعداد دیگه ای نذارید یا لاین 23 اعداد دیگه ای مطلب برای شما انزام بهتر جا نمیفته یه بار اینت بذار یه بار بایت بذار یه بار یو اینت بذار یه بار دابل بذار یه بار دسیمال بذار ببین چه اتفاق میافته اگر مایل هستی توی این زمینه بطلب رو بهتر درک بکنی باید حتما تمرین کنی اگر فقط بخوای دوره رو مشاهده کنی و تمرین نداشته باشی با بعد دو ماه سه ماه حتما از ذهنت خارج میشه خب دوستان عزیز از اونجایی که این دوره خیلی داشت طولانی میشد و از اونجایی که خب تعداد عملگرها توی این دوره تعدادشون واقعا زیاد بود و من تک تک عملگرها رو براشون شپکت نوشتم و تک تک توضیح دادم باعث شد که تایم این دوره زیاد بشه و احتمالی که حالا شما عزیزان هم خسته بشین هستش ولی خب تصمیم گرفتم این سه تا عملگر آخر رو که واقعا ساده هست رو دیگه براشون شپ کد ننویسم و توضیحش رو ندم اما یک توضیح اجمالی بدم چون راجع به اند بی تی و اور بی تی و ایکس اور بی تی تو دوره قبلی صحبت کردیم فقط توی اینجا هم میشه گفتش که اند مساوی و اور مساوی و ایکس اور مساوی هستش باید چیکار بکنی اگر دو تا متغیر دارین که میخواین حالا اور بیتی یا اند بیتی انجام بدین اول از همه باید اون متغیرها رو به باینری یا مبنای دو تبدیل بکنید و بر اساس حالا اور بیتی یا اندبیتی میان طبق اصول اون جدولی که تو دوره قبلی با هم بررسیش کردیم این کار انجام میدیم که اگر میخوایم اور بی اگر یک یا صرف بود یا یک یا یک بود بعد اوربیتی یا اندبیتی انجام بدیم نتیجه هر عددی که به دست اومد جا بالاشو میان تاکل های مناسب رو میذاریم یک دو چار هشت شونزه سی دو الاخر هر جا یک بود با هم جمع میکنیم و نتیجه به دست میاد به همین راحتی دوستان خوبم خیلی سپاسگزارم که تا به اینجا من رو همراهی کردین اگر این جلسه هم برای شما عزیزان مفید بوده خوشحال میشن که با لایک کردن این جلسه به بنده انرژی بدین روز خوش تا جلسه آینده